از ترس کابوس 2014 تا امید خوشبینی نسبت به آینده. فقط 40 روز از نشر گزارش 86 صفحه‌ای گروه بین‌المللی بحران در مورد افغانستان می‌گذرد. گزارشی که از سقوط احتمالی دولت افغانستان پس از خروج نیروهای بین‌المللی در سال 2014 و شعله‌ور شدن جنگ داخلی در این کشور حکایت می‌کرد. حکومت رئیس جمهور کرزی محتوای این گزارش را بی‌ارزش و بدور از واقعیت‌های افغانستان خوانده بود. اما اکنون بنیاد آسیایی در نظرسنجی از افزایش خوشبینی افغان‌ها نسبت به آینده خبر می‌دهد. در یک نگاه نکات برجسته این گزارش چنین است. این بنیاد برای تهیه این گزارش با نزدیک به 6300 نفر در سراسر افغانستان گفتگو کرده است. 52% از مصاحبه شوندگان آینده افغانستان را روشن می‌دانند. گزارش امسال از افزایش 6% خوشبینی نسبت به سال پار حکایت می‌کند. نگرانی از امنیت در این گزارش در میان 39% مردم گفته شده. پشتیبانی از گفتگوهای صلح و برگزاری انتخابات در میان بیشتر از 80% مردم گزارش شده است. اعتماد و محبوبیت ارتش در میان مردم 93% خوانده شده است و اعتماد به نظام قضایی 50%. اما در کنار آن بیکاری، فساد اداری، دسترسی به آموزش و پرورش، مشارکت سیاسی زنان و نقش اطلاع‌رسانی رسانه‌ها از موضوعات دیگر است که در این نظرسنجی به آن پرداخته شده است. اما پرسش‌های اصلی این است که چرا امید و خوشبینی مردم نسبت به آینده افزایش یافته است؟ تا چه حد عدم توجه به نگرانی‌های مردم خوشبینی‌ها را به یأس مبدل خواهد ساخت؟ از آن نگاه بدبینانه گزارش بین‌المللی بحران تا این نظرسنجی خوشبینانه بنیاد آسیایی، سرانجام به کدام یک باید اعتماد کنیم؟ سلام، وقت بخیر. بیننده بر روایت دیگر از طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز است. آقایان نصیر احمد فرهمند، استاد جامعه شناسی دانشگاه تعلیم و تربیه استاد ربانی، سالم محمد ریگستانی عضو پیشین مجلس نمایندگان، احمد ضیا رفعت استاد دانشگاه، صدیق الله تویدی مسئول دیدبان رسانه های آزاد افغانستان. مهمانان گرانقدر، خوش آمدید. شکر. آقای رفعت، با شما آغاز میکنیم. تهیه این نظرسنجی را چگونه میبینید؟ به نام خدا، با سلام بر شما و بینندگان عزیز تلویزیون و مهمانان برنامه. خب طبیعی است که اگر این نظرسنجی را از زاویه علمی نگاه بکنیم که باید هم چنین بکنیم، یکی از روش هاست برای سنجش افکار عمومی نسبت به موضوع خاصی. در هنگام نظرسنجی نهاد یا شخصی که میخواد نظرسنجی کنه نخست موضوع مشخص میشه، بعد هدف نظرسنجی مشخص میشه و در میان موضوع و هدف مشخص میشه که با کدام گروه ها صحبت چه. گاه نظرسنجی محدود به گروه یا چند گروه خاصی میشه. به طور مثال اگر نظرسنجی در مورد وضع معارف یک کشور بکنه، با گروه های خاصی صحبت میکنه که مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط هستند و بحث معارف. گاه میشه که موضوع عمومیت داره، یعنی در سطح کل مردم یک کشور موضوع مرتبط است، پس نمونه‌گیری باید قابلیت تعمیم یافتگی بر کل مردم داشته باشه. در همین جاست که برای سنجش افکار عمومی از نمونگیری استفاده میشه. در بحث نمونگیری نخست یا به صورت مکتوب از گروه ها پرسش به عمل میاد، یا به صورت شفاهی ثبت میشه که فرمهای مخصوص طراحی میشه که پرسش های خاص ارائه میشه به نشانی مصاحبه شونده. در اینجا نمونه‌گیری چیز عمده‌ای هست. آیا نهاد توانسته است که نمونه ها را به گونه انتخاب کنه که بتانه یک تصویر یک مقدار کلیتر از همه مردم بده؟ به طور مثال این نمونه‌گیری یا مصاحبه ها با گروه های متفاوت باید صورت گرفته باشه. به طور مثال با شهری ها و روستایی ها، با سوادها و بی سوادها، با حرفه های گوناگون و منطقه های گوناگون، منطقه های عام، منطقه های نیمه عام، منطقه های عام، بحث جنسیت با زنها و مردان
بحث سن و سال، گروه های سنی نوجوان، جوان، میان سال و پیر. به این ترتیب میبینید که و چیزهای دیگری هم مثل این هست که باید در نمونگیری در یک نظرسنجی علمی رعایت بشه تا ما بتانیم که یک تصویر کلیتر بدیم. این نکته را هم اضافه کنیم که با همه این چیزهایی را که هم رعایت بکنین، نتیجه نظرسنجی حتمی در مطابقت کامل با یک همه پرسی گاهی نمیتانه باشه. به طور مثال شما نظرسنجی کرده در یک مورد به یک نتیجه خاصی رسیدین، ولی وقتی همه پرسی رو برگزار کردین گاه خیلی مطابقت نداشت. یعنی میزان خطا هم در نظرسنجی علمی میتونه وجود داشته باشه، ولی نظرسنجی در صورتی که به روش علمی صورت بگیرد حد اکثر به نتیجه یک همه پرسی نزدیکتر می باشه، نه اینکه مساوی باشه. سپاسگزارم آقای فرهمند. حالا نگاه جامعه شناسانه نسبت به این مسئله، از آن گزارش بدبینانه گروه بین‌المللی بحران تا این نظرسنجی خوشبینانه بنیاد آسیایی، چی چیزی میشه استنباط کرد؟ با سلام خدمت شما و مهمانان شما، من عرض بکنم خدمت شما آنچه که متاسفانه اعتبار چنین گزارش‌های را یک مقدار مورد سوال قرار میده همین است که شما در یک فاصله بسیار زمانی کوتاه یک تفاوت بسیار عظیمی را میان دو تا گزارش میبینید که از سوی دو تا نهاد مستقل معتبر تهیه میشه و مورد قضاوت های گوناگون قرار میگیره. نهاد بین المللی بحران چند پیش گزارش تهیه کرد و در واقع وضعیت را بسیار بحرانی جلوه دادن و بنیاد آسیایی در مقابل وضعیت را بسیار خوشبینانه ارائه می‌دهد. بله، اما با یک تفاوت با پوزش، اون گزارش بود و این چیزی که حالا منتشر شده است نظرسنجی است. نظرسنجی است. ببینید همطور که استاد اشاره کردن، چون این نظرسنجی ها معمولا استوار بر منطق استقرایی است، یعنی شما موارد متعدد را، یافته های متعدد را مبنا قرار میدید و بر بنیاد او یک حکم کلی را استنتاج میکنید و بر اساس او در واقع حکم صادر میکنید. ببینید منابعی که در چنین نظرسنجی های در واقع بر ارائه میشه، اونا منابع معمولا گنگ هستند، یعنی درست مشخص نیست که اینا منابع کسانی هستند که فراتر از چهاردیواری ارک در واقع مطرح نیستند، منابعی است که منحصر در چهاردیواری ارک است یا توده مردم افغانستان است یا اقشار مختلف هست اینا. لذا به این جهت این نظرسنجی به دلیل تقارن و همزمانی با غوغاسالاری های تبلیغاتی که از سوی حکومت در مورد 2014 صورت میگیره و در واقع شما میبینید که از والی گرفته تا قمندان امنیت تا ولسوال همه یک صدا فقط یک مفهوم رو به صورت بسیار دقیق و مهندسی شده، اینکه گویا 2014 هیچ رویداد رخ نمیده و در واقع 2014 به بحران به وقوع نمیپیونده و مردم راضی هستن. اینا همسویی این نظرسنجی با سیاست های تبلیغاتی و جوسازی تبلیغاتی که حکومت در پیش گرفته یک مقدار از اعتبار این نظرسنجی میکاهد. مضاف بر این، واقعیت های عینی و ملموس موجود در جامعه افغانستان درست برعکس این نظرسنجی است. ببینید شما در بود امنیت ما شاهد در واقع وخیمتر شدن امنیت هستیم. کابل عملا در محاصره مخالفین قرار داره، از شینواری غوربند شما بگیرید تا چهاراسیاب تا ارغندی، حکومت فراتر از او دیگه نفوذی نداره و در واقع قدرت و قابلیت بسیج سیاسی مردم را حکومت از دست داده و لذا اینها همه میرسونه که در بود امنیت ما شاهد عقبگرد هستیم، نه پیشرفت. در بود ارائه خدمات و مسائل اقتصادی و مسائل رفاهی عمومی اینا کاملا هویدا هست، حکومت افغانستان مسیر شکست رو میبره. از این جهت از زوایای مختلف وقت شما به این نظرسنجی نگاه بکنید، درست واقعیت هایی موجود در جامعه افغانستان، نحوه ارتباط حکومت با مردم افغانستان برعکس رو ثابت میکنه. و این جهت به نظر من این نظرسنجی در همسویی و در واقع با سیاست های حکومت، با سیاست های مهندسی شده و طراحی شده حکومت صورت گرفت. از این جهت من فکر میکنم اعتبار علمی که یک نظرسنجی مستقل از سوی یک نهاد مستقل با صورت بگیره آنچنان در واقع این اعتبار زیر سوال میبره. آقای فرهمند، این اعتبار زیر سوال رفتن بر اساس چی است؟
بگونی مثال اینجا گفته نشده است که بیشتر از 90 درصد مردم نسبت به آینده خوشبین هستند، تنها 52 درصد مردم. موضوع امنیت، موضوع فساد اداری، موضوع نحوه حکومت داری، همه‌اش به عنوان چالش‌ها اینجا مطرح شده. بیشتر از این شما دیدین که 39 درصد مردم امنیت را یا ناامنی را به عنوان یک نگرانی جدی میپندارن. ببینید احتمال داره حکومت که در آینده به قرار است روی کار به 2014 به 52 درصد رای نیاز داره و به همین دلیل میزان رضایت را بعد 52 درصد شما نشان بدید. ما عرض من خدمت شما این هست که این نظرسنجی منطبق با واقعیت‌های موجود در جامعه افغانستان نیست، مبتنی بر رضایت مردم از حکومت نیست، مبتنی بر پیشرفت در عرصه‌های مختلف امنیت و توسعه سیاسی و میزان رضایت مردم نیست. به این جهت شما نمیتوانید چونه حکم بکنید که 52 درصد مردم افغانستان راضی هستند از وضع موجود. شاید شما به تعبیر بسیار طنزآمیز بتونید بگید که 52 درصد مردم افغانستان به بدترین حالت تن دادن و رضایت دادن ناخواسته. بیننده بر روایت دیگر از طلوع و شبکه جهانی طلوع نیز است. چون در این گزارش به مسائل متفاوت و بسیار زیاد اشاره شده است، در این برنامه فقط به چند مسئله: امنیت، انتخابات، دسترسی به اطلاعات و نگاه جامعه شناسانه نسبت به مفکوری مردم خواهیم پرداخت. آقای ریگستانی، نکته دیگه که خیلی هم جالب به نظر میرسه در این گزارش، مسئله اعتماد و محبوبیت ارتش در میان مردم است که 93 درصد خوانده شده است. از یک جهت دیگر که مردم نگران هستند، یعنی 39 درصد مردم نسبت به امنیت. فکر میکنید واقعا این 93 درصد محبوبیت ارتش و اعتماد مردم بالای ارتش چرا نشان میده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. واضح دلیل پیشرفت ارتش نشان میده، چون اردوی افغانستان واقعا از نظر کمیت و کیفیت در حال رشد است و اگر ما به 10 سال قبل که نطفه اولش گذاشته میشد ببینیم، تا حال رشد زیادی کرده. از طرف دیگر حضور نیروهای خارجی در جنگ هایی که بیشتر در مناطق نامن صورت گرفته، مردم به سطوح آورده بود و در این مورد دولت افغانستان همیشه شکایت کرده. و وقتی که جای وضع میشه و به جای نیروهای خارجی که با فرهنگ و رسم و رواج و عنعنات و دین ما آشنایی درست ندارن و بسا که موارد اونا زیر پا هم کردن، خود این وضعیت هم وقتی که اردوی خود ما جانشین دی میشه، خود جوانای خود ما میرن و این عملیات ها را انجام میتن، تلاشی میکنن، خانه ها را حضور پیدا میکنن در قریه و قصبات، سبب شده که مردم نسبت به اردو خوشبینی داشته باشند. یک مقدار فشاری که وجود داشته، تغییر فشار و تعدیلش سبب خوشبینی شده. از طرف دیگه واقعا اردوی افغانستان دارای کیفیت خوب است و رو به رشد است و ما نسبت به اردو نظر مثبت دارم و خوشبین هستم و فکر میکنم که آینده بهتر از این میشن. حالا بگذارید همین مسئله را منطبق بسازم به گفته های آقای فرهمند. دیدگاهی که بیشتر راه میکنن میگن که این گزارش منطبق بیشتر بر سیاست گذاری های حکومت است. فقط در یک مورد خاص، در مسئله امنیت، اینجا 39 درصد مردم نگران وضعیت امنیتی هستند و 93 درصد مردم هم خوشبین هستند، یا در واقع نسبت به ارتش افغانستان اعتماد دارن و محبوبیت داره ارتش افغانستان. فکر میکنید این چقدر منطبق با وضعیت موجود است؟ خب ببینید، همین تفاوتی رو که امروز ما بین گزارش بنیاد آسیا و گروه بین المللی بحران میبینیم، همین تفاوت در اوضاع حقیقی هم وجود داره. یعنی حالت افغانستان به مو اصطلاح علما علم عقاید میمونه که ایمان میگن حالت بین خوف و رجاست، یعنی بین ترس از خدا و بین امید به رحمتش. این وضعیت فعلا در افغانستان وجود داره. در عین زمان که مردم نگران از آینده هستن از 2014 و به دلیل بدتر شدن اوضاع امنیتی، در عین زمان امیدواری زیر دارن که اردوی افغانستان، دولت افغانستان، جامعه بین المللی افغانستان تنها نگذارن، منزوی نشه و بتونن که بعد از 2014 هم دولت افغانستان و یک کشور به پای خود استاد شوه. به خاطر است ما این تفاوت هم میبینیم. اما در مورد مشخصا ای که گفتن 39 درصد چالش امنیتی را نگران است، 39 درصد مردم، اما این را بقدر باور نمیکنم. من فکر میکنم که اگه چنین چیزی باشه، معنیش است که خدا نخواسته شعور مردم ما پایین آمده. من فکر میکنم 93 درصد نگران از وضع امنیتی باید باشن. ما که در کابل در جای امنیت هستیم، قدر نگران از آینده هستیم. چطور امکان داره مردمی که امروز در هلمند هستن و در قندار و در زابل و جایی که ناامن هست و اطراف کابل، اونا چطور میتونن سینو درسن؟ نگرانی به این معنی که به عنوان یک چالش میشمارن امنیت را. یعنی اگر به عنوان چالش هم بشمارن، من فکر میکنم که بحث امنیت در صدر منافع ملی ما قرار داره، از جمله مهمترین نیازمندی مردم ماست. ما فکر میکنم برعکس 93 درصد باید به
توجه داشته باشند. آقای تویدی، نکته دیگر در مورد رسانه‌ها است و نحوه اطلاع رسانی. در این گزارش گفته شده است که کمتر از 1% مردم امروز معلومات را از رهبران مذهبی به دست می‌آورند. یعنی به این معنا که اکثریت مردم امروز از رسانه‌ها اطلاعات و معلومات را به دست می‌آورند. آیا واقعا فکر می‌کنید شما به عنوان یک نهاد حمایت کننده رسانه‌ها نگاهتون نسبت به این مسئله چگونه است؟ چه چیز باعث شده که مردم بیشتر معلومات را از طریق رسانه‌ها به دست بیارن با توجه به اون بحث سنت‌گرایی که بیشتر در جامعه مطرح میشه؟ به نام خدا، دقیقا شکی نیست که افغانستان در 10 سال گذشته از نظر توسعه رسانه‌ای گام‌های بلندی را گذاشته. ما امروز تعداد زیادی از رسانه‌های چاپی و صوتی و تصویری داریم و واقعا بعد از سال 2001 و آهسته آهسته اعتبار رسانه‌های داخلی آزاد به مراتب بیشتر شده نسبت به رسانه‌های دولتی و همچنان مراجعه مردم به رسانه‌های خارجی کمتر است در حال حاضر نسبت به اینکه اطلاعات و معلومات را از طریق رسانه‌های داخلی می‌گیرند. اما یک مسئله بسیار مهم است و اون که اولا رسانه‌های عمدتاً مهم و معتبر بیشتر بیننده را و مخاطب را در شهرهای بزرگ دارند. بحث دوم هم این است که با وجود داشتن یک حدود 147 رادیوی FM در سرتاسر افغانستان، بسیاری از مناطق رادیو ندارند، رادیوی محلی ندارند که معلومات و اطلاعات را از طریق رادیوها کسب کنند. بسیار خوشبینانه است این گزارش که اگر تصور کنیم که کاملا مردم معلومات و اطلاعاتشان را از طریق رسانه ها می گیرند. در بسیاری از مناطق مردم تا هنوز هم معلومات و اطلاعات و حتی هدایات را از منابر می گیرند، از مردمان با نفوذ در محلات می گیرند و از زورمندان محلی می گیرند تا علمای دین. اگر قرار به این باشد، ما بسیار موفق خواهیم بود که تنها از جمع تمام نفوس افغانستان 1% از معلومات و اطلاعات را غیر از رسانه‌ها کسب کنند. مغالطه صورت نگیره. اینجا فقط کمتر از 1% را گفتن از رهبران مذهبی معلومات را به دست میارن. یعنی به این معنا نیست که 99% دیگر از رسانه‌ها به دست میارن. ممکن منابع دیگه هم باشه. یعنی به این معنا زمانی که بحث اکثریت مطرح میشه، میخوایم بفهمم که واقعا چنین چیزی میتونه نزدیک به واقعیت باشه. شک نیست که یک تعداد زیاد مردم از علمای دین معلومات را میگیرن، اما مراجع و منابع دیگه هم برای گرفتن معلومات هست در نزد مردم. و اگر چنین باشه که نفوذ علمای دین کمتر شده باشه، ما فکر میکنیم که ما نباید بسیار درگیر چالش هایی که هستیم در حال حاضر میبودیم. آقای رفعت، شما در جریان مسائل انتخابات افغانستان بودید. دو انتخابات جنجال برانگیز. در اینجا اشاره شده است که بیشتر از 80% مردم خواهان برگزاری شفاف در افغانستان هستند. فکر میکنید آیا واقعا با وجود چالش هایی که در دو انتخابات پیشتر وجود داشت، چرا هنوز هم مردم باورمند به این هستند که انتخابات برگزار شود، انتخابات شفاف؟ خب، دو بحث از همدیگر جدا قابل تر هست. یک این که شاید بیشتر مردم خواهان برگزاری انتخابات هستند. این از لحاظ نظری هست، ولی از لحاظ عملی متاسفانه بیشتر مردم حاضر به رفتن به پای صندوق رای دهی نیستند. تجربه‌ای که از انتخابات‌های گذشته بر جای مانده است می‌رساند که نزدیک به 1/4 واجدان شرایط و رای گیری شرکت میکنن. البته یکی از آرزه های سیاسی افغانستان هست. پس نتیجه این که بله، مردم برای انتخاب رهبر ایره دریافتند که یا باید از طریق خونریزی کسی به قدرت برسه، یعنی کودتا یا انقلاب شورش اینها، یا از طریق مسالمت آمیز که یکی از روش های انتقال قدرت به نوع مسالمت آمیز همین انتخابات است. تا اینجای کار مردم مشکل ندارن، دریافتن میخوان انتخابات برگزار شه. اما مردم برای شرکت در انتخابات یک بحث عملی هست که خیلی خوشبین نیستیم که زیاد
در انتخابات در این حال که علاقمندش هستن شرکت هم بکنن. این دو تا باید جدا باشه. آقای فرهمند، همین دو نکته، یکی بحث اعتماد و یا دسترسی به اطلاعات و یا گرفتن معلومات از رسانه‌ها و بحث انتخابات هست. با توجه به اینکه گفته میشه جامعه افغانستان بیشتر سنتگرا هست و او هم در دهات افغانستان، و از یک جهت دیگه هم دو انتخابات جنجال برانگیز پشت سر گذاشتندیم، فکر میکنید واقعا این بحث خوشبین بودن و یا هم دریافت بیشترین معلومات از رسانه ها و یا هم بیشتر 80 چند درصد مردم خواهان برگزاری انتخابات هستن چرا نشان میدن؟ ببینید، من فکر میکنم که مردم خواستار انتخابات هستن، در این شکل نیست. مردم میخوان انتخابات صورت بگیره و انتخابات بسان انتخابات های گذشته نباشه. اما افکار عمومی در افغانستان در شرایط کنونی، من فکر میکنم که تمام رسانه ها اینطوری نیستن که در واقع از نحوه اطلاع رسانیشون مردم رضایت نداشته باشه. بگذاریم از رسانه های موازی که از رسانه های وابسته به عنوان نهادهای موازی با سیاست حکومت عمل میکنن، اما هستن رسانه هایی که در روشنگری افکار عمومی نقش ایفا کردن و همین رسانه ها بودن که افکار عمومی رو در واقع اتخاذ تصامیمشان جهت دادن و هدایت کردن. آنچه که مایه نگرانی مردم افغانستان هست برگزاری انتخابات نیست، بلکه چگونگی برگزاری انتخابات است. شما ببینید، ما اگر در 2014 شاهد دو رویداد بسیار مهم به صورت مسالمت‌آمیز و به صورت آنچه که مردم افغانستان میخواهند نباشیم، سر آغاز بحران خواهد بود. اینا بسیار به صورت سریع و شفاف باید گفت. ببینید، انتقال امنیتی صورت میگیره، نیروهای امنیتی در شکی نیست که توانایی کسب کردن، اما این توانایی که به دنبالش یک تفکر سیاسی نداشته باشه، دیدگاه سیاسی حمایتش نکنه و در واقع یک نظامی که واجد یک تفکر سیاسی نباشه، مبنای سیاسی نداشته باشد، یک آرمان مردمی نداشته باشه، بدون شک انگیزه برای عمل وجود نداره سوی نیروهای امنیتی. انتقال سیاسی اگر مثل گذشته باشه، یکی به صورت در واقع توأم با تقلب گسترده، ما فکر میکنم دیگه مردم افغانستان اینطور نیست که صحنه رو بسیار به سادگی رها بکنن. اول به صورت بسیار مسالمت‌آمیز آغوش خیابان‌ها رو بر روی خواسته خودشان باز خواهند کرد. در غیر اون صورت اینو یقین داشته باشید که مردم افغانستان این بار دست به هر اقدامی خواهند زد. چرا؟ برای اینکه ما 4 سال هست شاهد یک حکومت تقلبی که میزان ما شما اشاره کردید و در واقع میزان رضایت مردم را آنچه که تعیین میکنه مشروعیت حکومت است. این حکومت از آغاز مشروعیت نداشت. مشروعیتش 47% بود. و به همین دلیل حکومت ناکام هست، در رابطش با متحدینش ناکام هست، در رابطش با مردم ناکام هست و حتی در درون ارگ عملا یک جنگ داخلی میانه رئیس جمهور با معاونش، با وزیرش، با مشاورش وجود داره. در زمینه عمدترین خواست مردم افغانستان مبارزه با فساد بود. شما شاهد هستید که حکومت افغانستان نه تنها کمترین موفقیت در این جهت نداشته، بلکه برعکس بر دامنه گستردگی فساد افزوده. نمونه بسیار روشنش من خدمت شما عرض میکنم که نگرانی مردم افغانستان در واقع افزایش میده همین است که شما ببینید حکومت افغانستان یک پیوند بسیار نامیمون میان ثروت، قدرت و امنیت ایجاد کرده. نمونه مثال روشن شما ببینید که شرکت ها و کمپانی های امنیتی لغو شدن، اما یک کمپانی امنیتی بسیار معتبر در واقع مهم وابسته به کرزی، کمپانی افغان گروپ، تا هنوز فعال است و کار میکنه و در سال 2014 560 میلیون دلار از آمریکایی‌ها گرفته و همین کمپانی امنیتی از چوک ارغنده تا قندهار داده به یکی از متحدین کرزی که پسر مولانا نقیب الله آخوند هست و از قندهار تا اسپین بولدک میده به قماندان امنی قندهار و از اسپین بولدک تا اروزگان میده به قماندان امنی اروزگان. اینا همه متحدین کرزی. وقتی که اینطوری شما شاهد پیوند قدرت، ثروت و امنیت در دست یک فرد، یک خاندان هستید، دیگه شما چطوری انتظار دارید که یک انتخابات شفاف صورت بگیره و مورد قبول مردم افغانستان باشه؟ مردم افغانستان دیگه است که نشه. من می‌خوام این سوال این گونه مطرح بکنم، ولی از دید مردم شناسی، زمانی که شما بحث خوشبینی نسبت به برگزاری انتخابات، حالا به هر دلیلی که باشه، مطرح می‌کنین، زمانی که بحث گستردگی دریافت معلومات از سوی رسانه‌ها را مطرح می‌کنین، تصور برای است که ما میریم از یک دید سنتی به یک دید مدرن. آیا واقعا میشه چنین چیزی رو باور کرد؟ بس دید سنتی و مدرن، ببینید در این جهت ما شاهد یک واقعیت به نام مردم افغانستان هستیم که در بستر شاخصهای اجتماعی عینی موجود جامعه افغانستان تصمیم میگیره و عمل میکنه. درست است؟ رسانه ها اطلاعات میدن به خورد مردم افغانستان، اما یک بخش بسیار مهمی که حکومت افغانستان هست به اطلاعات و اطلاع رسانی اعتقاد و باور نداره. شما انتظار نداشته باشید که مردم افغانستان یک شبه 180 درجه تغییر بکنن،
از حالتی که دارن گذار بکنن به حالت به تعبیر شما مدرن. من با کاربرد واژه سنت و مدرن یا مدرنیته یا سنت و تجدد در حوزه انتخابات، در حوزه تعیین سرنوشت سیاسی مردم افغانستان با شما زیاد موافق نیستم. برای اینا بحث در مخالفت صورت نگیره. این بحثی را که بیشتر به عنوان سوال مطرح کردم، دیدگاه من نیست که بخوایم بگویم که سنت گرایی یا مدرنیسم. من می‌خوام به عنوان یک سوال مطرح بکنم که آیا با این طرز دیدی که بیشتر مطرح میشه شما تا چه حد موافق هستید؟ مشخصا سوالتون با من می‌خوام بفهمم که زمانی که بحث گذار از یک مرحله به مرحله دیگر مطرح میشه، دیگر گفته میشه مردم دنبال رو اون بحث‌های سنت‌گرایی نیستن، یعنی بیشتر روندهای دموکراتیک مثل رسانه‌ها، انتخابات، این مسائل رو ترجیح میدن. با این دید خوشبینانه‌ای که در این گزارش مطرح شده است، چقدر میشه باور کرد که ما در حال گذار از این مرحله هستیم؟ من فکر می‌کنم که عوامل گذار متأسفانه در طی یک دهه‌ای که گذشت به صورت پرقدرت وجود داشت، اما به صورت بسیار مهندسی شده خونسا شد این عوامل. وجهت مردم افغانستان در همین شرایط با همین حالتی که هستند تصمیم آینده خودشان را خواهند گرفت، ضمن اینکه نهادهای مثل رسانه‌ها من فکر می‌کنم که در تعیین در واقع جهت‌گیری افکار عمومی مردم افغانستان نقش آنچنانی که باید ایفا بکنند، چون که از سوی حکومت باور به اطلاع رسانه وجود ندارد، از این جهت همه چیز را شما در بستر واقعیت‌های سنتی موجود جامعه افغانستان باید تعریف بکنید. به این جهت ما وقتی که تاکنون شاهد استقرار یک دموکراسی مبتنی بر متنوع در واقع سیاسی اجتماعی و قومی جامعه افغانستان نخواهیم بود، از این جهت تصمیم گیری هم اونطور نیست که شما فکر بکنید حکومتی که با تنوع در واقع قومی، با تنوع فرهنگی، با تنوع زبانی جامعه افغانستان وقت نمیگذارد مردم افغانستان از همون به سر سرنوشت خودشون تعیین بکنند. شقوق، انشعاب، شکاف‌های اجتماعی و قومی موجود در جامعه افغانستان آینده یعنی 2014 را به همین شکل رقم خواهد. سپاسگزار. همین سوال بود که شما جوابش را گفتین. آقای ریگستانی، بحث دیگر باز هم در مورد انتخابات هست. زمانی که مسئله انتخابات مطرح میشه و اینجا هم دیدگاه مردم که بیشتر خواهان ازی هستن که باید انتخابات برگزار شود. حالا گزینه‌های دیگر را مانند انتصاب رئیس جمهور یا لوی جرگه یا هر چیزی که میخواین برش نام بدین، بیشتر ترجیح نمیدن. با این دید فکر میکنید واقعا چه چالش‌های فعلا فراراه برگزاری انتخابات وجود داره؟ در مورد انتخابات بحث‌های زیاد، موضوعات زیاد است که باید روش بحث شود که البته در این صحبت نمی گنجم. فقط من چند نکته را اشاره میکنم. یکی که در این وقتها در مجامع سیاسی و روشنفکری و رسانه ها صحبت از یک انتخابات ناقص است. یعنی همه گیره میدونن که در انتخابات که پیشوری سال 2014 احتمالی که افغانستان با یک بحران امنیتی و سیاسی مواجه باشه است، و گویا آهسته آهسته دولت هم که من میبینم میخواهد که ذهنیت ها را برای برگزاری یک انتخابات ناقص آماده کنه. و میگه یک انتخابات ناقص، به این عنوان میگن یک انتخابات ناقص بهتر از عدم مشروعیت است. اما بحث در اینجا است که چه نوع نقصان در انتخابات قابل پذیرش است؟ نقصان در قانونیت، نقصان در شفافیت، نقصان در عمومیت، نقصان در مدیریت. به نظر من از این چهار نقصانی که در انتخابات محتمل است، تنها نقصان در عمومیت قابل پذیرش است. یعنی به دلایل امنیتی انتخابات 2014 نمیتواند عمومیت داشته باشه چنانچه صراحت قانون اساسی افغانستان است، یعنی سر تا سری باشه، همه مردم بتوانند اشتراک کنند از زن و مرد. این ما قبول داریم. اما هر نوع نقصان دیگه، یعنی نقصان در شفافیت، نقصان در قانونیت و نقصان در مدیریت، مطلقا مشروعیت حکومت آینده رئیس جمهور آینده را تعیین میکنه. اگر در این بخشا که کوتاهی نشان داده شود، یعنی یک قانون درست تصویب نشه، یعنی در مدیریت کمیسیون و شکایت انتخاباتی مثل آقای کرزی کارو مداخله میکنه، اگر قانون گذاری وظیفه پارلمان است، چرا رئیس جمهور عرض بگه که من نمیگذارم که دو نفر خارجی در کمیسیون شکایت انتخاباتی نباشه؟ این مداخله آشکار و سریع در امور انتخابات به امر قانون گذاری است. از قبل بگذره و بهانه میکنه حاکمیت ملی را. حاکمیت ملی را حداقل آقای کرزی در قانون اساسی بخونه که واضح روشته شده که حاکمیت ملی در افغانستان به مردم تعلق داره که از طریق نماینده هایشان اعمال میشه. یعنی رئیس جمهور نمیتونه حاکمیت ملی را اعمال کنه. این واضح و روشن قانون اساسی میگه. پس ما سه نقصان دیگر که نقصان در قانونیت، شفافیت و مدیریت باشه، این را نمیپذیریم. و اگر انتخابات با این واقعیت برگزار شوه، مطلقا رئیس جمهور آینده مشروعیت نداره. آقای داویدی، پیشتر از این بگو مگوهای نسبت به نحوه ادلارسانی رسانه ها مطرح شد، حتی بحث منافع ملی و گفته هایی که سوی رئیس جمهور کرزی هر از چندگاهی مطرح میشه در مورد رسانه های افغانستان. واقعا این گزارش زمانی که بحث دسترسی به معلومات از سوی رسانه ها روان گستردگیش نشان میده، چی چیزی واقعا میشه استنباط کرد؟
ببینین در این گزارش به این مسئله به صورت اجمالی پرداخته شده. در حقیقت بحث آزادی رسانه در افغانستان یک گونه باید بهش پرداخته شود، بحث حق دسترسی به معلومات به گونه دیگر بهش پرداخته شود، اعتماد رسانه ها در میان مردم به گونه دیگر. شکی نیست که ما محدودیت قانونی کم داریم. در قانون رسانه ها فقط یک ماده دارای 8 بند داره که مطالب ممنوع است، اما حکومت به انواع مختلف سعی کرده که محدودیت هایی را وارد کنه. بحث عدم معیاری بودن، بحث ایجاد یا تعیین حداقل معیارها برای رسانه ها، بحث موازین اخلاقی که در این اواخر از جانب وزارت اطلاعات فرهنگ عنوان شد، همه از اینا زمینه سازی و حکومت و خاطر آوردن محدودیت است بر رسانه ها. شکی نیست که در برخی از موارد رسانه ها هم باید موازین پذیرفته شده که در تمام دنیا رعایت میشه رعایت کنند. اما این گزارش نشان میده که مردم معلومات را از طریق رسانه ها بهتر میگیرند تا هر جای دیگه. شکی نیست که مردم اخبار، معلومات و اطلاعات از طریق رسانه ها میگیرند، اما در این هم شکی نیست که منابع سنتی، محورهای قدرت در مناطق مختلف اثر مستقیم بر روان مردم افغانستان تا هنوز دارد. یعنی تا هنوز مردم افغانستان تصامیمشان بر اساس اطلاعاتی که از طریق رسانه ها میگیرند نیستند. اگر در انتخابات گذشته پارلمانی ما شاهدش هستیم، ببینید ما عده از وکلا داریم که اصلا علاقه به قانونگذاری ندارد و غیرحاضر دائمی هستند. آیا مردم تصمیم گرفتن چنین وکیل را بفرستن به پارلمان و معلومات را از طریق رسانه ها گرفتن؟ متاسفانه کاش چنین می بود. آقای داویدی، حالا بحث دیگر در مورد چگونگی دادن این معلومات به مردم هست. یعنی بیشتر گمانه‌زنی ها و بگومگوهایی که سوی حکومت افغانستان مطرح میشه به نظر میرسه که زیادتر خوشبین به این مسئله نیستن و میگن که رسانه ها بیشتر اما نگاه منفی را انتقال میدن به مردم. شما با این طرزیدی چقدر موافق هستید؟ من باور ندارم به این مسئله که به صورت کل تمام رسانه ها نگاه منفی را انعکاس بدن از طریق رسانه ها. اما شکی هم نیست که رسانه ها در افغانستان متنوع هستن و هر کدام دارای پالیسی نشراتی خاص خود. برخی ها وقتی وضعیت را بسیار نگران کننده انعکاس میتن اهداف خاص خود را دارن، اما بعضی ها واقعیت های را که وجود داره انعکاس میتن، نه اینکه چیزی بهش به خاطر سلیقه‌های سیاسی و شخصی و یا استخباراتی بیفزاین. حکم دولت در مورد تمام رسانه ها صادق نیست و به شدت من مخالف این مسئله هستم که تمام رسانه ها با یک جو مورد ضرب و شتم قرار بگیره. چنین نیست. من همون زمان هم درخواست کردم که رئیس جمهور مشخص کنه کدام رسانه و کدام کارشناس. حالا هر کدام مکلفیت های حقوقی و شرعی خود را داره که چنین چیزی نشده. که نشده. سپاسگزار. بیننده بر روایت دیگر از طلوع و از شبکه جهانی طلوع نیز است. حالا در مورد انتخابات، اگر فرض بر این باشد که اشتیاق مردم نسبت به چگونگی برگزاری انتخابات شفاف در افغانستان بیشتر هست، در صورت زیر سوال رفتن انتخاب شفافیت انتخابات چه چیزی را میشه پیش بین بود؟ آقای رفعت تا لحظات دیگر پاسخ خواهند گفت. باز هم خوش آمدید بیننده بر روایت دیگر از طلوع و از شبکه جهانی طلوع نیز هستید. در این برنامه به امنیت انتخابات، دسترسی به اطلاعات و معلومات و نگاه جامعه شناسانه نسبت به تفکر مردم میپردازیم. حالا در این گزارش اشاره شده است که بیشتر مردم اشتیاق به برگزاری انتخابات شفاف هستند. اگر فرض بر این باشد که مانند دو انتخابات گذشته این انتخابات نیز جنجال برانگیز باشد و شفافیت زیر سوال بره، چه چیزی را میشه پیش بین بود؟ آقای رفعت، به هر حال در صورتی که انتخابات به صورت شفاف برگزار نشود، اما چیزهای پیش خواهد آمد که در کشورهای دیگری هم تجربه شده است که پیش میاد و افغانستان هم نمیتونه جدای از این تعریف قرار بگیره. اول که در مورد انتخابات شفاف عرض کنیم که ما نباید انتظار انتخابات مطلوب داشته باشیم، اما میشه انتظار برگزاری انتخابات خوب داشته باشیم. مردم افغانستان
برایشان قابل درک است که این انتخابات را با معیارهای کشورهای باثبات نسنجند و توصیه یافته، با معیارهایی که با واقعیت‌های افغانستان قابل سازگاری هست بسنجند. در این مورد به صورت مشخص عرض می‌کنیم که موردهایی است که هیچ نهادی به شمول حکومت نمیتونه که آنها را برای شفافیت به کار ببنده، ولی موردهایی هست که نهادهای ذی‌دخل در انتخابات و حکومت میتونه به کار ببنده. آنچه مربوط به حکومت است، یک مسئله مهم این که مداخله در کار انتخابات نکنه. خب این مسئله هست که ممکن هست برای حکومت، یعنی میتونه، یعنی چیزی نیست که واقعیت‌های افغانستان بر حکومت تحمیل کنه که حکومت ناگزیر باشه. حالا شاید در بعضی جاها ناامنیای باشه که این وضع تحمیل کنه که انتخابات برگزار نشه و حکومت ناتوان باشه، ولی مسئله مداخله نکردن حکومت یک مسئله است که حکومت میتونه مداخله نکنه. موضوع دیگر نهادهای انتخاباتی هست که چقدر مستقلانه بتونن عمل کنند. این درست است که استقلال نهادهای انتخاباتی در قانون تضمین شده است، ولی آیا مسئولان هم خواهند توانست که مستقل بتونن عمل بکنند؟ موضوعی که از حالا یک مقدار شک و شبهه ایجاد کرده است این است که برای حکومت چرا این همه دشوار باشد که نباید دو عضو بین المللی در ترکیب کمیسیون شکایات انتخاباتی حضور داشته باشد، که میشه مردم اگر نسبت به داخلی ها که فکر کنند که حکومت بالایشان امکان نفوذی داشته باشه، اما باور میکنند که بر روی دو خارجی نمیتونن نفوذ داشته باشند. و باز این دو خارجی هم یاد ما نره که از سوی سازمان ملل متحد معرفی میشه، نه از سوی کشور خاصی که حالا سلیقه خود کشور خاصی اعمال بکنه. پس وقتی حکومت میسته در برابر این خواست ولیسی جرگه، معنایش این است که شک و شبه ایجاد میکند که نکند حکومت اراده داشته باشد برای اعمال نفوذ در کار انتخابات. از این لحاظ منفذ بر یک نهاد بی‌طرف بین المللی میخواد ببندند. خب اگر خدای نکرده انتخابات به گونه برگزار شه که مردم درک کنند که موردهایی بوده که میشد به صورت شفاف عمل کنند نهادهای انتخاباتی ولی نکردند، در آن صورت احتمال واکنش های دیگری از سوی مردم خواهد بود در برابر نتیجه انتخابات، چون انتخابات ریاست جمهوری حساس تر از انتخابات پارلمانی هم هست. چیزی که اتفاق خواهد افتاد این است که ما نباید تنها بر این ببالیم که بیشتر از آدرس حکومت مطرح میشه که دستاورد عمده حکومت این است که آزادی بیان در کشور است. خب بدون شک این یک دستاورد خوب است، اما در یک دموکراسی تنها آزادی بیان کافی نیست. در یک دموکراسی کافی این هست که حکومت هم در برابر بیان مردم احساس مسئولیت کند. در صورتی که مردم بگویند، و البته یکی از سکوهایی که مردم خواست عمومی را بیان میکنند همین رسانه ها هست، رسانه ها هی بگویند و حکومت هی بیتوجه باشد، پس یک جای جدی کار دموکراسی در اینجا میلنگد. کم کم وقتی مردم فکر کنند که خواستهای دارند اما حکومت از کنارشان بیتفاوت میگذره، احساس سرخوردگی میکنند. وقتی احساس سرخوردگی در جامعه زیاد بشه، احساس یأس انباشته بشه زیاد، ناچار میشند که متوسل به راهکارهای غیر از راهکارهای مدنی بشن. خب راهکار مدنی همین است که یکی از نمونهاش ما بحثی داریم اینجا، آزادی گردمایی ها هست، اعتراضی های مدنی هست، این هاست. ولی اگر حکومت همه اینها را نادیده بگیرد با چی؟ به صورت طبیعی نه تنها افغانستان، هر جامعه دیگره در پی واکنش برمیاد که آن واکنش بتانه که حرف و خواستشان به کرسی بنشان. یکی از این واکنش ها طبیعی است که من ناچار هستم بگویم که نمیخوان مردم افغانستان، ولی ناخواسته ناچار خواهند شد به سمت خشونت پیش بدن، یا خدای نکرده به سمت یک انقلاب یا واکنش بسیار قوی که از کنترل
نهادهای امنیتی بیرون باشه که خدا نکنه چنین چیزی در کشور پیش بیاد، ولی این به دست حکومت است. البته تا جای مردم آرزوهای حکومت تحمل میکنند به دلیل اینکه میگویند خب توسل به خشونت میتونه باز پیامدهای زیانبار دیگری داشته باشه، البته این حد دارد، اما مردم قرار نیست که برای همیشه در یک حجم کلان ستمپذیر باشند، استبدادپذیر باشند و قانونگریزی پذیر باشند از نهادهای دولتی. سپاسگزارم. آقای فرهمند، نکته ای که بیشتر برای خوشبینانه بودن این گزارش اشاره میشه ای است که اکنون دسترسی به خدمات مخابراتی به گونه خیلی گسترده‌ای وجود داره، رسانه های آزاد وجود داره، افزایش قابل ملاحظه در شمار دانش آموزان و دانشجویان دیده میشه و بیشتر فرصت های مساوی برای آموزش و اشتغال برای زنها و مردها دست کم برای اکثریت وجود داره، بستن پیمان با کشورهای بیرونی اکنون به عنوان یک خوشبینی مطرح شده. آیا واقعا این همه مسائل اگر قرار باشه ببینیم تا چه حد میتونه این خوشبینانه بودن گزارش را توجیه بکنه؟ ببینید در این شکل است، مثلا شما وقتی افغانستان در طول تاریخ خودش بیشترین متحدین از طریق همین پیمان ها برای خود ایجاد کرد، اما سوال این است که چقدر از این پیمان ها استفاده کرد حکومت افغانستان؟ اگر از این پیمان ها میتونست حکومت افغانستان بهره برداری بکنه ما این حالت را نمی داشتیم. بخش شما اگر توسعه و پیشرفت در بخش های نسبتا در بخش های مثل مخابرات یا بانکداری نداشتید، اینا شاکر دولت افغانستان نیست، اینا بخش خصوصی است، طبیعی است، منفذ مجال و فرصت. اگر ما در واقع بیاموزیم، اگر یک حکومت کارآمد می داشتیم، حکومت قانون مدار می داشتیم، حکومت متحد و خواستای مردم می داشتیم، بیشتر از این رشد می کردیم. بگذاریم از اینکه کیفیت رشد کمی مخابرات در افغانستان در واقع یعنی انتظار ما نیست، اینکه نمونه‌ای اگر پیشرفت در بخش مثل بانکداری شما دیدید، فاجعه شم دیدید. خب طبیعی است دستاوردها هست، اما نمیشه این دستاوردها رو انکار کرد. این دستاوردها دستاوردهای حکومت موجود در افغانستان، یعنی نقش حکومت افغانستان در این دستاوردها آنچنان نیست که ما همیشه نسبت به حکومت افغانستان میخوایم یک چیز رو روشن بسازم. اینجا بحث خوشبینی نسبت به آینده اگر مطرح میشه، بحث برای این نیست که یعنی مردم نسبت به حکومت 52% خوشبین هستن، مردم نسبت به آینده خوشبین هستن. ببینید خوشبینی به صورت مشروط درست است، من خدمت شما عرض میکنم، همه خوشبینی مشروط بدی معنا که این اصلاحات بنیادین مورد انتظار و خواست مردم افغانستان اگر به وجود بیاید تا 2014 این خوشبینی مصداق داره. در غیر اون صورت همین خوشبینی بر فرض اگر وجود داشته باشه به صورت اتوماتیک تبدیل به بدبینی خواهد شد. ببینید ما آنچه که استاد فرمودن خدمتتون میگم، این وقتی که شما دقت میکنید روی موانع یا به اصطلاح بسیار خوبش پاتک هایی را که حکومت فراراه انتخابات سالم 2014 ایجاد کرده، وقتی کمترین گام در جهت اصلاح همین موانع برداشته نمیشه، معنیش این است که این خوشبینی ها هنوز قرین و واقعیت نیست. من اشاره میکنم خدمتتون در کمیسیون انتخابات تمام کمیشنرها را که انتخاب میکنن، آقای رئیس جمهور انتخاب میکنن، شما دادستانی مستقل دارید، دادگاه مستقل دارید، وزارت مالیه که از سوی پارلمان افغانستان دسترسی به اسناد و مدارک جایش وجود داشته باشه دارید، نخیر کمیسیون تفسیر قانون اساسی داره تازه شکل انتخاب میکنه، با کی پاسخگو هست؟ به یک شخص پاسخگو هست که کرزی هست، رئیس جمهور هست. درست است وقتی اگر یک موزل یا مناقشه انتخاباتی رخ میده با مراجعه به دادگاه عالی وابسته حل میشه، با مراجعه به دادستانی مطیع و فرمانبردار یک شخص حل میشه، یا با مراجعه به یک کمیسیون تفسیر قانون اساسی وابسته حل میشه. درست است بنابراین وقت و مضاف بر اینکه شخصی سازی نهادهای دولتی که آغاز شده، درست وقتی شما روی این موانع دقت میکنید همون خوشبینیه که شما ازش نام ببرید اون خوشبینی رو یک مقدار کم رنگ میسازه. بله اگر که گزارش اگر گام های بله گزارش اگر اصلاحات بنیادی با وجود بیاد ما میتوانیم این خوشبینی رو درست در واقع جهت بدیم. در غیر صورت من فکر میکنم تا زمانی که اصلاحات با وجود بیاد خوشبینی را مستحق نخواهد. رگستانی باز هم مسئله امنیت، واقعا چنانچه آقای فرهمند پیشتر از این اشاره کردن بحث از این بود که اگر خوشبینی نسبت به ارتش افغانستان و توانمندی ارتش افغانستان در این گزارش به او پرداخته شده یا نظرسنجی که صورت گرفته نشان داده است، بیشتر برازی است که این توانایی ها بدون یک تفکر سیاسی است،
یعنی به این معنا زمانی که پیشتر از این هم گزارش از سوی فارن پلیسی منتشر شد به اونجا اشاره شده بود که این ارتش پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان زودتر خواهد پوشید و اینها سمت و سوی قومی بیشتر پیدا خواهند کرد. شما با این ترزیدی چقدر موافقه؟ ببینید موضوع با پاکستان ارتباط میگیره. تا جایی که دیده میشه پاکستان زیر فشار 10 ساله سیاسی و نظامی امریکا تاب آورد و از خود سخت‌جانی نشان داد و هنوز هم از طالبان حمایت میکنه و پاکستان بحث عامل اصلی بی‌ثباتی یا صدور بی‌ثباتی به افغانستان هنوز طالبان را تجهیز میکنه، تمویل میکنه و عملیات های خونریزی در افغانستان را طراحی میکنه و اونا را میفرسته. بسیار به این نظر هستم، من خودم به این نظر هستم که سال 2014 افغانستان با تکانهای سیاسی و امنیتی مواجه میباشد. اما اگر این طرز تصور را که فکر میکنن طالبان یک مارش میکنن از سرحدات میان تا کابل حکومت سرنگون میکنن، باز حکومت ملاها تشکیل میشه و مردم کیبل میزنن و حکومت میکنن، چنین چیزی را دیگه جهان برای طالبان اجازه نمیدن و این را پاکستانی ها میدونن که البته در شک نیست که پاکستان ها به سال 2014 به فکر یک بسیج هستن که مناطق بیشتری را زیر تصرف خود بیارن، اما جامعه جهانی این را اجازه نمیده. از طرف دیگه ما نباید نیروهای امنیتی خود قدر ناتوان نشان بدیم. مشکل در ایست که چطور باید این استفاده کرد. ببینید ما 350 هزار نیروی امنیتی داریم در برابر طالبان 30 تا 40 هزار هستند. شما این با منطق نظامی هم که بسنجین ما 10 برابر از اون نیرو داریم. اما چنانچه بیشتر اشاره شد به داشتن یک هدف سیاسی، تعریف کردن دشمن، اداره ازی یا مدیریت ازی موضوعات مهم هستند که اگر اینا درست استفاده شوند من فکر میکنم که اردوی افغانستان با نیروی امنیتی ما توان اتفاق داره. سپاسگزارم. بیننده بر روایت دیگر از طلوع و شبکه جهانی طلوع نیرسید. با 4 مسئله پرداخته شد. نگاه جامعه شناسان نسبت به دید مردم، موضوع امنیت، موضوع انتخابات و موضوع دسترسی به اطلاعات. حالا به عنوان سوال آخر از آن گزارش بدبینانه گروه بین المللی بحران تا این نظرسنجی خوشبینانه بنیاد آسیایی چه چیزی را میشه پیش بین بود؟ آقای توحیدی؟ به هر حال من فکر میکنم که سعی شده تا اثرات را که گزارش گروه بحران بر از آن عامه گذاشته شده گذاشت توسط این نظرسنجی تغییر بخوره و یک مقدار نگرانی ها پایان پیدا بکنه. با نظرسنجی ها، با سروه ها، با گزارش ها چه بسیار خوشبینانه و چه بسیار بدبینانه نباید واقعیت ها را از انکار کرد. من باورم همی از قسمی که آقای ریگستانی گفتن که به چه وجه طالبان دوباره به قدرت بر نخواهند گشت انشاءالله و حکومت طالبانی مستقر نخواهد شد بعد از سال 2014. اما ما باید واقعیت ها را مد نظر داشته باشیم. تحولات، حوادث و ممکن است که اقدامات پاکستان و طالبان روی دست بگیرند که یک مقدار وضعیت موجود را متحول بسازند در برخی از مناطق افغانستان. خوبتر این است که حکومت تا دلخوش کردن به این نظرسنجی ها، تا نگران شدن از گزارش گروه بحران، برنامه ها و پلان های منطبق به وضعیت افغانستان را روی دست بگیره. حکومت افغانستان، رئیس جمهور کرزی به عوض از این که بشور و مشورت در باره انتخابات آینده بپردازه که خواهی نخواهی یک کسی برنده خواهد شد، بهتری است که زمینه را برای ادامه روند موجود به حکومت بعدی مساعد کنه. سپاسگزار. آقای رفعت؟ گزارش گروه بین المللی بحران با نظرسنجی چون تفاوت داره، تبیز که نتیجهش هم متفاوت میباشه، چون گزارش بین المللی بحران بر مبنای مصاحبه با نخبگان و متخصصان تهیه شده است به اضافه تحلیل بر روی بعضی از واقعیت ها، اما نظرسنجی بر مبنای دیدگاه های توده یا عامه برگزار میشه که شاید تصادفی با نخبگان هم مصاحبه میشه که یکی از چندین و چندین مبنا میتونه باشه. بنابراین نتیجه دیدگاه های توده با نخبگان همیشه میتونه متفاوت باشه. بنابراین شاید گزارش گروه بین المللی بحران یک مقدار با واقعیت ها نزدیکتر باشه چون کار تحلیلی هست تا دیدگاه توده ای. اما گزارش بین المللی بحران در واقع تاکید بر این دارد که اگر همین هست ها با قوت خود تا سال 2014 باقی بماند
یعنی وضع نادای امنیتی همین گونه، فساد همین گونه و نکته های دیگر ضعف هایی که مداخله پاکستان همین گونه و خلاقیت لازم با کار نبردن در روند سیاسی و مصالحه با طالبان همین گونه، اینا با قوت خود باقی بماند، حاصل کار شاید فروپاشی دولت آینده باشد بدون شد. اما چیزی را که گروه بین المللی بوران میخواهد ارائه کنه که حکومت بی جهت عصبانی است نسبت به آن، این است که در واقع داده هایی را در اختیار میگذاره که حکومت بتانه واقعیت ها را به نفع ثبات آیندی افغانستان تغییر بده، یعنی در فساد حد اکثر کاهش به وجود به وضع نادای امنیتی رو بیبود بخشه، پاسخگوتر باشه، انتخابات شفاف که یکی از مثالهای مهم است، اینها رو هم لحاظ بکنه، به اضافه این که خب موافقت نامه دو جانبه دفاعی میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا که یک بخش عمده مسئله امنیتی افغانستان در آینده با آن گره خورده، این با محتوای خوب نه بر مبنای احساسات این تهیه بکنه، اینها میتونه همه خوشبینی ها را برای آینده ایجاد بکنه. سپاسگزارم. آقای فرهمند، از آن گزارش بدبینانه تا این نظرسنجی خوشبینانه چه چیزی میشه پیش بین بود؟ حالا بحث خوشبینانه زمانی که مطرح میکنیم همان 6% هست که نسبت به سال پار افزایش یافته. ببینید من یک بار تکرار میکنم صحبت میکنم که من فکر میکنم همطور که اشاره شد گزارش بین المللی بحران با واقعیت های در واقع افغانستان تا حدود منطبق هست. به این معنا که من خدمت شما عرض کردم وقتی که مبارزه با فساد صورت نگرفته، میزان بی‌اعتمادی مردم افزایش یافته، فاصله میان دولت با مردم افغانستان به حد نهاییش رسیده. درست است حکومت متاسفانه با اتخاذ سیاست های تفرق افغانانه در سطوح مختلف در جامعه افغانستان به شدت جامعه افغانستان، مردم افغانستان را پراکنده ساخته. درست است از این جهت شما نمیتونید یک مردم یک دست داره یک در واقع تصمیم یک آینده نگری یک دست را ما شاهدش باشیم. از این جهت وقتی که خواستای مردم افغانستان، انتظارات مردم افغانستان آنگونه که خود مردم افغانستان میخوان پاسخ دادن نشود، طبیعی است که گزارش بین المللی بحران قرین به واقعیت هست. پس از سال 2014 ما شاهد ظهور بحران در حد گستردش خواهیم بود. درست. و اگر نه اصلاحات جدی به وجود بیاید، اصلاح گام های بنیادین برداشته شود، یک حکومت موقت به وجود بیاید که از روند انتخابات مدیریت بکنه، یک کمیسیون نظارتی بر عملکرد نیروهای امنیتی به وجود بیاید، در اون صورت میشه اعتماد مردم افغانستان را کسب کرد و خوشبین بود. آیا واقعا چنین است؟ به نظر من افغانستان در سال 2014 با دو بحران مواجه میشه، یکی بحران سیاسی و یکی بحران امنیتی. اگر دولت افغانستان از نظر سیاسی فرو نپاشه، از نظر امنیتی نمیپاشه و اگر حکومت افغانستان در انتخابات که مهمترین امتحان و چالش سیاسی است، اگر در این مداخله نکنه و سبب فروپاشی سیاسی نشه، افغانستان بعد از سال 2014 با فروپاشی امنیتی مواجه نخواهد شد مگر اینکه فروپاشی سیاسی بود. سپاسگزارم. بیننده روایت دیگر از طلوع و شبکه جهانی طلوع نیز بوده. با سپاس از آقایان نصیر احمد فرهمند، استاد جامعه شناسی دانشگاه تعلیم و تربیه، استاد روانی سالم محمد ریگستانی عضو پیشین مجلس نمایندگان، احمد ضیا رفعت استاد دانشگاه، صدیق الله تویدی مسئول دیدبان رسانه های آزاد افغانستان. سپاسگزارم از شما که طالب بیننده این برنامه بودید. شما همچنان می توانید این برنامه را در طلوع نیوز دات کام صفحه روایت دیگر بیننده باشید. تا هفته دیگر در همین جا در همین ساعت، خدا نگهدار.